ایشان را با محوریت سید محمد خاتمی در نقاط مختلفی از شهر تهران و قم با افرادی از قبیل عبدالکریم سروش، حسین بشیریه، سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، محمد علی ابتهی، محسن کدیور و محمد مشهد شبستری برقرار می کردند. لذا با دستورات صادره از جانب این شخصیت های مطرح، اردوگاه تجدید نظر طلبان تا پیش از 22 خرداد 1388 سعی در نگاه داشتن مردم در کف خیابان کرد تا دستورات بعدی با نامی آشکار هاشمی رفسنجانی خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای و در اصل چراغ سبز به فتنه‌گران صادر شد. ما وظیفه داریم که این سرمایه عظیمی که در کنار این درخت تنومند خون صدها هزار انسان بزرگوار ریخته، آبیاری کرده و صدها هزار جانباز دارن رنج میبرن و ده‌ها هزار انسان عمرشون رو در زندان‌ها در عراق و ایران گذروندن برای اینکه این درخت آبیاری بشه، این یک سرمایه ارزان و آسانی نبوده که دست ما رسیده. در روزهای پایانی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دهم و در مناظرات پربیننده و پر سر و صدای نامزدها در سیما، در آنجایی که محمود احمدی نژاد در مقابل یکی دیگر از نامزدها در خصوص حامیان و پشت پرده نشینان ستاد آن نامزد لب به انتقاد گشود و برخی اسامی را ذکر کرد، مسیر تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی و هیجان خاص این ایام به سیاقی دیگر درآمد و کمک شد. در همون اوائل این دولت آقای هاشمی پیغامی برای یکی از این پادشاهان حاشیه خلیج فارس فرستاد که شما نگران نباشید، ظرف 6 ماه این دولت ساقط می شود. یعنی اشرافیتی که جناب آقای هاشمی در این کشور پایه‌گذاری کرد قرار ادامه پیدا کنه. الان نگرانی های موسوی مردم هم می دونن. جناب علی فرمودید افتخار می کنید به حمایت آقای هاشمی، معناش چیه؟ بالاخره یه معنایی داره. باور ما اینه که صحنه‌گردان اصلی اصلا آقای هاشمی است. بالاخره ما میبینیم که رئیس ستاد انتخاباتی چه کسی و اینا از کجا میرن جلسه میذارن، ارتباطاتشون رو برقرار میکنن. جناب آقای موسوی، بسیاری از مدیران شما و آقای هاشمی دست خالی اومدن، با یه امتیاز دلار 7 تومانی یا واردات و صادرات میلیاردر شدن. فهرست بلندی است، من نمیخوام اینجا اسم ببرم. شما میگید میلیاردر شدن؟ پسرای آقای هاشمی چیکار میکنن در کشور؟ کدوم یکی از وزرای بنده در دوره وزارتشون میلیاردر شدند یا رانتی رو خوردند یا ملکی رو گرفتند؟ همین اظهارات چند دقیقه‌ای کافی بود تا صحنه‌گردان اصلی این جریانات بغض فرو خورده و چند ساله خود را در جهتی خاص خالی کند. هرچند که رهبری معظم بعدها برخی از این اظهارات را به دلیل عدم اثبات در مراجع قضایی به بی‌انصافی تعبیر کردند. شایعات تکیه شد، بی انصافی های احیانا دیده شد، ولی که نامی سرگشاده و بی سلامی که توسط هاشمی رفسنجانی خطاب به رهبر عظیم الشأن انقلاب نگاشته شده و پیش از آن که به دست ایشان برسد از رسانه های گوناگون داخلی و خارجی قرائت گردید، بسیاری از اهداف از پیش تعیین شده را برملا ساخته. اخص آتش فتنه ای که به زعم وی دودش در فضا قابل مشاهده بود. مشکلاتی با دولت دارم و به خاطر خطری
وارد این صحنه شدم که در مورد اونا صحبت خواهم کرد. اگر چنین که بنده در مورد آینده کشور احساس خطر کردم، با این مدیریت که حاکم هست من این رو برای کشور خطرناک دیدم، روی وظیفه اومدم. وقتی کارد استخوان مثل از روی وظیفه بنده اصلا هیچ انگیزه نداشتم، دیدم کشور رو شما به خطر میندازیم. مردم رو خار کردن با یه نامه دنبال ماشین رو خود کشیدن به عنوانی که ما داریم سیاست رو در رو به مردم داریم، این روش خار نیست. یه نامه دنبال ماشین رو خود کشیدن به عنوانی که ما داریم سیاست رو در رو به مردم داریم. طبق اسناد و مدارک مستدل و اعترافات صریح افراد مرتبط با جریانات خرداد 88، پشت پرده نشینان و سران فتنه یک موضوع کلی را در دستور کار خود قرار دادند، آن هم نگاه داشتن مردم در کف خیابان و تشویق به آشوب با هر نتیجه حاصل از انتخابات. محمد علی ابتهی، معاون خاتمی در دولت موسوم به اصلاحات و مشاور و حامی مهدی کروبی در انتخابات دهم ریاست جمهوری، در این خصوص میگوید جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین، گروه 88، موج سوم، یاری نیوز، ستاد قیطریه و غیره، اینها گرچه خیلی نظریه پردازی نمی کردند، یعنی طرفدار همان نظریه آقای موسوی، خاتمی و هاشمی بودند که در صورت پیروزی با جشن و در صورت شکست با بزرگ کردن تقلب کار را دنبال کنند. شما این حرفایی که از من می شنوید از کسی دارید می شنوید که از پیش به لحظه شروع مبارزات که امام راحلمون آغاز کردند، لحظه لحظه همراه انقلاب بوده. مالی صحبت از 60 سال پیشه. خانم فائزه هاشمی در جمع آنها حضور یافت و در سخنانی جمعیت را به ادامه حضور در خیابانها تا کسب نتیجه نهایی دعوت کرد. شما ایشون هم نگفت چرا تو خیابون بیرون کمک نکنه.